رسانه ها درباره مصاحبه روحانی، دولت در بن‌بست. تلویزیون رژیم، 7 آذر. بانک های ما خب نیاز به یک تحول بزرگ دارند، هم برای ارتباطشون با دنیا، با بانک های جهانی که بتونن کار بکنن. حالا بعضی ها فکر میکنن که مشکل بانک ها فقط برجامه، میگم خب برجام که انجام گرفت. مشکل بانک ها فقط برجام نیست، یک بخشش مربوط به برجامه. خیلی از قوانینی ما لازمه تصویب بکنیم برای اینکه این مشکلات رفع بشه. ما اخیراً 2 لایحه به مجلس شورای اسلامی دادیم، برای همین که مبارزه با پولشویی بود، مبارزه با تروریسم بود، به خاطر اینکه ما بتونیم این مشکلات رو حل بکنیم. پس بانک های ما در این زمینه باید فعال بشن. شفاف سازی کار بانک ها و بخش اقتصادی دولت یکی از اهداف مهم این دولت هست که در بانک ها خواهد. روحانی در ادامه گفت تلاش ما بر این است که روابط ما با دنیا هر روز عالی تر و با کشورهای دوست صمیمی تر شود. اساس سیاست خارجی ما در دولت 12 نسبت به دولت 11 متفاوت نیست و اساس این سیاست تعامل سازنده و عزتمند آن با دنیاست. اساس سیاست این است که در منطقه مشکلاتمان را از طریق مذاکره حل کنیم، نه رویارویی. در روابط با دنیا باید منافع ملی خودمان را در نظر بگیریم. نباید در برابر برخی مواضع زود عصبانی شویم و بگوییم در شرایط بحران قرار داریم، بلکه باید حواسمان را جمع کنیم و سیاستمان را منطقی دنبال کنیم. حالا ممکن است در آینده بعد قطعنامه داشته باشیم. ما که نمیتوانیم 20 سال بعد را پیش بینی کنیم. آخوند ذوالنور، جلسه علنی مجلس ارتجاع، 8 آذر. در گزارش دیشب حضرت عالی همه موارد و موضوعات گزارش کمی بودند و قابل کمی سازی، ولی فرمایشات شما لفاظی بود. شما فرمودید آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، بیکاری و حاشیه نشینی رشد منفی داشته. چه برنامه ای اجرا کردید که حاصلش رشد منفی بود؟ با چه استدلالی این حرف رو زدید؟ چه چیزی باعث رشد منفی آسیب‌های اجتماعی شد؟ آسیب‌هایی که خواب را از چشم رهبری روبوده و امروز مردم ما را در منگنه و فشار تا حد تلاشی و نابودی خانواده کشیده. جناب آقای رئیس جمهور، آمارهای متناقض از زبان شما و مسئولین زیرب در بحث تولید اشتغال داشتیم. آخرین آمار شما دیشب 650 هزار نفر متوسط ایجاد اشتغال سالیانه است. جناب آقای رئیس جمهور، ظرف 4 سال شما به من نشون بدید 4000 شغل که در این 4 سال ایجاد شده باشد. فکر نمی کنم وضع حال استانهای دیگر بهتر از قم باشد. چرا آمارهایی می دهید که نه سر سفره مردم، نه بیکاران منازل مردم اون رو تأیید نمی کند. زیبا کلام از باند روحانی، روزنامه آرمان، 7 آذر. رئیس جمهور ترجیح می دهد با دلایل محکمی که دارد از ایرانی که در عالم واقع وجود دارد کمتر سخنی به میان آورد و از ایران ذهنی خود بیشتر سخن بگوید. آنگونه که آقای روحانی از این ایران ذهنی سخن گفت، کشور ما با همسایگانش به غیر از 1-2 استثنا که وزارت خارجه در تلاش برای بهبود روابط است، رابطه خوبی دارد و مشکل اقتصادی، بیکاری و غیره در آن دیده نمی شود. معلوم نیست هدف و مخاطب رئیس جمهور در این صحبت رو در روی تلویزیونی کدام اقشار جامعه است. وی به گونه ای سخن می گوید که انگار مشکل حادی وجود ندارد. معلوم نیست هدف آقای روحانی از این گونه گفتار درمانی ها چیست. روزنامه حکومتی جوان، 8 آذر. گزارش رئیس جمهور از 100 روز اول. 100 روز از آغاز کار دولت 12 گذشت. رئیس جمهور به رسانه ملی آمد و با ارائه آمارهای کوتاه در خصوص دستاوردهای 100 روزه گفت و با تقدیم چند تشکر به مردم و نیروهای مسلح گزارش خود را به پایان برد. روزنامه حکومتی جهان صنعت، 8 آذر. تناقض‌های سیاست اجتماعی دولت.
حسن روحانی در اولین واکنشش به زلزله غرب کشور از ناتوانی ذاتی دولت‌ها گفت، از اینکه امور باید به خود مردم واگذار شود. مردم نشان دادند که بهتر از دولت خانه می‌سازند. این همان پروژه ای است که دولت اعتدال در همه این سالها تلاش کرده پیش ببرد، کاستن از هزینه‌های عمومی و حداقلی کردن دولت. تناقض آنجاست که دولت در اینجا از عدم مداخله حداقل به لحاظ نظری سخن میگوید، اما در عرصه‌های دیگر به شدت مداخله گر است. روزنامه حکومتی بهار، 8 آذر. 100 روز خونسا. 100 روز اول دولت اعتدال در دور تازه فعالیت‌هایش کاملا خونسا گذشت و به جز چند اقدام جزئی، اثر ملموسی از تلاش برای اجرای شدن وعده‌های رئیس جمهور روحانی به مردم مشاهده نمی‌شود. این اتفاق که سبب افزایش نارضایتی‌ها خواهد شد، می‌تواند در آینده دولت را دچار مشکلاتی کند و راه را بر اجرای برنامه‌های دولت مسدود سازد.